خاک شنی. خاک شنی حالتی ریگ مانند دارد که زهکشی خوبی داشته، سریع خشک می شود و کشت در آن آسان است. در بهار به سرعت گرم می شود و مواد مغذی کمتری نسبت به سایر خاک ها دارد، زیرا در دوره های مرطوب تر که خاک خود را بیشتر آبیاری می کنی آنها را از دست می دهد. با آبیاری مداوم خاک، عناصر معدنی شسته شده و به اعماق پایین تر می روند. اگر در یک منطقه با خاک شنی زندگی می کنید، می دانید که رشد گیاهان در شن و ماسه می تواند دشوار باشد. آب به سرعت از خاک شنی عبور می کند و حفظ مواد مغذی مورد نیاز گیاهان برای رشد در خاک شنی امری دشوار است. اصلاح خاک شنی می تواند به بهبود آن کمک کند تا بتوانید گیاهان متنوع تری را در باغ خود پرورش دهید. بیایید بررسی کنیم که خاک شنی چیست و چگونه می توانید برای اصلاح خاک شنی اقدام کنید. تعریف و شناسایی خاک شنی. خاک شنی را به راحتی می توان با لمس کردن تشخیص داد. بافت شنی دارد و وقتی یک مشت خاک شنی در دست فشرده شود، با باز کردن دوباره دست به راحتی از هم می پاشد. خاک شنی با شن و ماسه پر شده است. ماسه در درجه اول قطعات کوچکی از سنگهای فرسایش یافته است که معمولاً ذرات جامد و بزرگی دارد. اصلاح کردن خاک شنی. ذرات جامد ماسه و شن هیچ حفره‌ای برای ذخیره کردن آب و مواد مغذی ندارند. به همین دلیل آب و مواد مغذی رو به اتمام است و از آنجایی که خاک شنی هم فاقد آب و هم فاقد مواد مغذی است، بسیاری از گیاهان و درختان برای زنده ماندن در این نوع خاک مشکل دارند. بهترین اصلاح کننده های خاک شنی آنهایی هستند که توانایی خاک را برای حفظ آب بالا برده و همچنین مواد مغذی در خاک را افزایش می دهند. اصلاح خاک شنی با کود دامی یا کمپوست به خوبی پوسیده شده شامل بریده های چمن، هموس یا هیومس و برگ پوسیده به بهبود سریع خاک کمک می کند. همچنین می توانید ورمیکولیت، کوکو یا پیت را به عنوان افزودنی های خاک شنی اضافه کنید. اما این اصلاح ها فقط به توانایی خاک برای نگهداری آب و مواد مغذی اضافه می کنند یا در حقیقت ظرفیت تبادل کاتیونی را افزایش می دهند، ولی ارزش غذایی زیادی به خاک شنی اضافه نمی کنند. از یاد نبرید که هنگام اصلاح خاک و اضافه کردن کود باید مراقب میزان نمک خاک باشید. در حالی که کمپوست و کود دامی بهترین راه برای اصلاح خاک شنی هستند، اما حاوی مقادیر زیادی نمک بوده که می توانند در خاک باقی بمانند. اگر خاک ماسه‌ای شما از قبل دارای نمک زیادی است، مثلا در باغ‌های ساحلی، حتما از کمپوست گیاهی و پیت ماس یا پیت اسپاگنوم استفاده کنید، زیرا این مسلح‌ها کمترین میزان نمک را دارند. خاک شنی به اصلاحات ارگانیک مانند گرد و غبار سنگ یخبندان، شن و ماسه سبز، کنجاله کل و سایر ترکیبات کود عالی نیاز دارد. همچنین از مالچ برای کمک به حفظ رطوبت سود می برد. خاک شنی مفید است برای بوته ها و پیاز های مانند لاله، گل ختمی درختی، گل رز خورشید، گیاه هیبیسکوس، سبزیجات ریشه‌ای مانند هویج، سیب زمینی و ازگیل، کاهو، توت فرنگی، فلفل، ذرت،
کدو حلوایی، کدو سبز، سبزی و گوجه فرنگی به صورت تجاری در خاک‌های شنی رشد می‌کنند. درختان افرا، اوکالیپتوس، بلوط، زالزالک و درختان گیلاس گلدار نیز خاک شنی را دوست دارند. خاک شنی مضر است برای گیاهان و درختانی که به رطوبت دائمی نیاز دارند، در این خاک زود از بین می روند. به خاطر زهکشی ضعیفی که دارد، نمی تواند آب و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد را در خود نگه دارد. خاک های شنی زود به زود خشک می شوند و اغلب اسیدی هستند. پس قبل از کاشت گیاه یا درخت خود در خاک شنی، باید با رفتار آن آشنا باشید که یا مجبور به انصراف از کاشت آن در این خاک می شوید و یا مجبور به اصلاح مناسب خاک می باشید. با راهنمای سبز با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سؤالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با بقیه به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.